صنعت بازی و سرگرمی از دیرباز جایگاه مهم و تاثیرگذاری در زندگی افراد داشته. اگه تو گذشته از این صنعت بیشتر برای پر کردن اوقات فراغت استفاده میشد، در دنیای امروز گیمینگ به صنعتی گسترده و پولساز تبدیل شده. همزمان با پیشرفت فناوری بلاکچین و روی کار اومدن و توسعه توکن‌های غیرمثلی، این توکن‌ها تبدیل به گزینه‌ای مناسب برای استفاده در بازی‌ها شدن. پلتفرم گالا گیمز یکی از پروژه‌هایی که سهم بزرگی از این بازار داره. گالا گیمز در واقع پلتفرم ساخت بازی‌های بلاکچینیه و ارز بومی این پلتفرم گالا نام داره. میلیونر شایی های عزیز سلام، خوش اومدید به ویدیوی امروز. امروز میخواییم درباره معرفی و بررسی ارز دیجیتال گالا صحبت کنیم. خوشحال میشیم ویدیومون رو لایک و کانالمون رو با زدن دکمه زنگوله دنبال کنید تا ویدیوهای جدیدمون با شما به اشتراک گذاشته بشه. معرفی و بررسی پروژه گالا. گالا گیمز شرکتی بزرگ در زمینه توسعه بازی‌ها بر بستر بلاکچینه که فعالیتش رو در سال 2019 آغاز کرد. این شرکت برای تغییر نگرش افراد در مورد آیتم‌های درون بازی، اون رو به فرم توکن‌های بی همتا با استاندارد ERC-1155 طراحی کرده. گالا گیمز تونسته تا به حال 26 هزار عدد NFT رو به فروش برسونه. لازم به ذکر، گرونترین NFT فروخته شده در این اکوسیستم با قیمت 3 میلیون دلار بوده. گالا گیمز شبکه‌ای غیر متمرکزه. توکن گالا بر روی شبکه اتریوم و زنجیره هوشمند بایننس اجرا میشه. ادامه ی حیات این توکن مبتنی بر فراهم کردن زیرساخت توسط نودهای مؤسسه. حداکثر 50,000 نود مؤسس در این شبکه فعالیت خواهند کرد. نودهای مؤسس کامپیوترها یا سرورهای اجاره‌ای‌اند که حداقل مشخصات سخت افزاری لازم برای اجرای کلاینت این شبکه رو دارا هستند. میتونید برای فعالیتتون در گالا گیمز لایسنس اون رو خریداری کنید. مزایای ارز دیجیتال گالا. بعد از پیوند خوردن به زنجیره بایننس، کاربران کارمزد کمتری پرداخت میکنند. این پلتفرم بازی‌های بسیار زیادی رو در لیست در حال توسعه خودش داره. کاربران با راه اندازی نود به صورت روزانه پاداش دریافت میکنند. با دعوت از دوستان مقداری ارز دیجیتال گالا به عنوان کمیسیون پرداخت میشه. وجود استور داخلی خرید و فروش اقلام مورد نیاز بازی رو برای کاربران آسون کرده. این پلتفرم با شرکت‌های معتبر فعال در این حوزه در حال همکاری بوده و اعتبار بالایی داره. بازی‌های ارائه شده در این پلتفرم همگی رایگان هستند. این پلتفرم رقبای بسیار قدرتمندی در بین پلتفرم‌های بازی‌های مبتنی بر بلاکچین داشته و برای ماندگاری و موفقیت در بین اونها مسیر نسبتاً طولانی رو در پیش داره. گالا با ارائه بازی‌های متنوع به کاربران، پلتفرمی شبیه به استیم استور یا GOGه. اما از طرف دیگه برخلاف اونها، بازی‌های موجود در اکوسیستم گالا همگی رایگانن و از طریق برنامه غیر متمرکز دیاب و فناوری بلاکچین در دست رسه. تا امروز توسعه دهندگان گالا در حال کار روی 5 بازی مختلف هستند. میراندوس. این بازی یه ماجراجویی فانتزی حماسیه که در اون بازیکنان با هیولاهای موجود در بازی مبارزه میکنن و با ایجاد زمین کسب درآمد میکنن. سپایدر تانک. این بازی یه بازی آنلاین چند نفره در زمینه نبردهای آنلاینه. بازیکنان میتونن با استفاده از تجهیزات جنگی متنوع در مکانهای مختلف موجود در نقشه بازی به مبارزه بپردازن. تاون استار. این بازی با تم ساخت و توسعه شهر به بازیکنان از سراسر جهان این امکان رو میده تا برای به دست آوردن NFT با همدیگه رقابت کنن. فورتیفاید. یه بازی دفاعی و استراتژیک بوده و با ارائه برج PvP به بازیکنان این امکان رو میده تا استراتژی‌های خودشون رو در جریان بازی به کار بگیرن. Echoes of Empire. یه بازی استراتژیک علمی تخیلی و حماسیه که در اون بازیکنان بر سر منابع کمیاب و پراکنده در جهان با همدیگه رقابت میکنن. درون اکوسیستم گالا یه بازار NFT طراحی شده که در اون بازیکنان به خرید و فروش آیتم ها و دارایی های موجود در بازی می پردازن.
به نظر شما پروژه گالا تا چه اندازه میتونه موفق باشه؟ شما فکر میکنید این گونه پروژه ها موقتی رشد میکنن یا پروژه های آینده داری هستن؟ لطفاً نظراتتون رو برامون کامنت کنید. از اینکه تا انتهای ویدیو همراهمون بودین سپاسگزاریم. تا یه ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.